مصاحبه با مجاهد اشرفی اکبر صارمی، فرزند قهرمان شهید علی صارمی. دوستان در هوای صحبت یار ظرف شانند و ما سر اندازیم. همچنان که پدرم بارها به من گفته بود و من اون رو به خوبی به یاد میآورم، به من میگفتش که تنها هدیه ای که ما میتونیم به خلقمون بدیم جون ناچیز خودمونه و در نهایت هم به حرف خودش پایدار موند و جون خود رو فدای راهش و به خلقش کرد. بله، من مطمئنم امروز صبح پدرم وقتی که به سمت چوبه دار میرفته با شادابی و سرحالی و هل هل زن به سمت چوبه دار میرفته و دشخیمان و سرفکنده و روسیاه کرده. بله، هر وقت با اشرفیان صحبت میکردم، با برادران و خواهرانم تو اشرف که با هم روبرو میشدیم، با همدیگه تجدید پیمان میکردیم و عزم این پدرم و این شهید رو به یاد میآوردیم و با اون تجدید پیمان میکردیم که بر راهمون همچون او استوار و پابرجا باقی بمونیم و برای دفاع از سانتیمتر به سانتیمتر اشرف پایداری کنیم و مقاومت کنیم، چرا که اون هم یک اشرفی بود، چرا که راه و رسم اشرف رو در پیش گرفته بود و با الهام از اشرف این گونه پایداری و مقاومت کرد. من یادم وقتی هم که از زندان آزاد شد، اولین کاری که کرد و اولین حرفی به من زد، گفت تنها راه فلاح تمام جوانان اینه که به مجاهدین بپیوندن. و من خودم یادم اون موقع بعد تصمیم خودم رو گرفتم و گفتم من میخوام برم به مقاومت بپیوندم. خودش به من گفت با اینکه پسرمی، خیلی به هر حال واسه من به لحاظ عاطفی فشار داره که از من جدا بشی، بخواد بری پیش مجاهدین و به منطقه، اما باز با این حال خیلی استقبال میکنم، چرا که میتونم یک تأثیر کیفی و یک پیشرفت کیفی در زندگی تو خواهد. حتی خودش تمام هماهنگی ها رو برای اومدن من به منطقه کرد. من یادم وقتی هم که من اینجا رسیدم به هیچ زنگ زدم و خبر سلامتی خودم بهش دادم، خیلی خوشحال شده بود و گریه میکرد، میگفتش که من تونستم خدمتی به تو بکنم و از این به بعد سرنوشت دیگه دست خودته و میدونم که با مجاهدین به رستگاری خواهی رسید. وقتی هم حتی خودش به اشرف اومد، من دقیقا یادمه که خیلی تاکید میکرد روی اشرفی ها و حتی یک شب با هم که رفته بودیم هتل، یک هتلی توی اشرف هست برای همه خانواده که میمدن، با هم شب رفته بودیم هتل، نشست برای من صحبت کرد و اش تو چشاش حلقه زده بود، میگفتش که این اشرفی ها همه چیز ایرانن و سرمایه خیلی بزرگی برای مردم ایران و مقاومت ایران و برای ایران آیندن. این اشرفی ها باید مواظب خودشون باشه، بلایی سرشون نیاد، چون هیچگاه در تاریخ مقاومت ایران همچین نقطه‌ای و همچین تکیه‌گاهی وجود نداشته و نباید یک مو از سر هیچ اشرفی کم بشه، چرا که این محصول عمر 30 سال رهبر مقاومت خواهر مریم و برادر مسعود که پای این اشرفی ها ریخته شده و این اشرفی ها رو به این نقطه رسوندن و محصول 100 سال مبارزات مردم ایران در راه آزادی، و به خاطر همین هیچگاه دیگه همچین نفراتی به وجود نخواهند اومد و یک سرمایه کلانی برای ایران آینده هن. به اون در واقع این فعالیت هایی هم که میکرده، یعنی عکس های رهبر مقاومت رو میرفته توی دیوارهای خیابونا نصب میکرده و یکی از حکمایی هم که به اون دادن این بوده که عکسای رهبر مقاومت رو پخش میکرده و توضیح میکرده. وقتی وارد خونه میشن، دژخیمان و میریزن خونه رو غارت میکنن، میبینن که عکس خواهر مریم و برادر مسعود قاب شده و روی دیوار نصب شده. توی دادگاه به اون میگن که چرا عکس این رهبران مجاهدین رو زدی توی خونت؟ اون هم پدرم خیلی شجاعانه در مقابل اونها وای میسه، میگه که اینها رهبر من هستند،
هر کس مجازه که عکس رهبر خودشو بچسبونه رو دیوار و تو خونه خودش نگهداری کنه. و همونجا در زندان هم جواب دندون شکنی به این دشخیمان میده. من به عنوان یک اشرفی و همچنین همه اشرفیان که در اشرف من خودم همه چیزهام رو آموزش گرفتم و در اشرف بزرگ شدم، با عهد بستن با مجاهد قهرمان علی صارمی یعنی پدرم و همچنین مهدی فتحی مجاهد قهرمان اشرفی که سند افتخار پایداری اشرفه، عهد بستیم که از سانتیمتر به سانتیمتر اشرف دفاع بکنیم و بر عزم استوار خودمون بر پایداری در این راه تأکید میکنیم و با جنگ صد برابر و عزم حد اکثر اعلام میکنیم که در مقابل این رژیم ذره کوتاه نخواهیم اومد و عزممون رو در مقابل اون جزمتر و قدمهامون رو استوارتر در مقابل این رژیم خواهیم کرد و این رژیم رو به زوالدان تاریخ خواهیم فرستاد، چرا که هیچ راهی و هیچ سرنوشتی برای این رژیم وجود نداره بجز اینکه محو و نابود و فنا زیر گامهای اشرفیان بشه. و همینجا اعلام میکنم مرگ بر خامنه ای، مرگ بر احمدی نژاد، مرگ بر رژیم پوسیده خمینی.